اول پیدرویمون تو ایستگاه زمینی میدیم. زنگ رقابت چهارمین دوره مسابقات ملی طراحی و ساخت هواپیماهای بدون سرنشین برای نخبگان جوان ایرانی در فرودگاه کلاله به صدا درآمد. دانشگاه تهران، دانشگاه سند شریف، وارد بوشهر. چهارمین دوره مسابقات هواپیما بدون سرنشین افتتاحیه اصلیش و رسمیش از تیر پارسال شروع شد. 45 تیم شرکت کردند. پس از رقابت در طراحی پرنده‌ها، دانشمندان جوان خود را برای هدایت و انجام ماموریت آماده می‌کنند. تو قسمت طراحی و ساخت هواپیما شرکت کردم. سخت داریم مسیر پرواز رو چک داریم، آماده میشیم ان شاءالله تستای اولیه رو انجام بدیم. حالا اگه خدا بخواد بریم بر مرحله نهایی. ماموریت جدید برای پرنده‌های بدون سرنشین در دل پارک ملی گلستان و دشت‌های وسیع منطقه هدف اصلی این دوره از المپیاد علمی بود. هواپیما قراره رو منطقه جنگلی پرواز بکنه و حدود 10 کیلومتر عملیات انجام بده. تیم‌ها یک ساعت فرصت دارن از زمان پرواز هواپیماشون تا رفتن رو منطقه عملیاتی و پیدا کردن دو تا هدف، که این دو تا هدف شبیه سازی، یکی طرف خودی هست که وارد منطقه شده و نیاز به کمک داره و گروه مخالف که باید خونسا بشه رفتارشون. هیجان همراه با نوآوری در صنعت هوایی زمینه ساز یک رقابت جدی در کنار کسب تجربه برای شرکت کنندگان بود. پرندمونو برای دقت بیشتر دو تا دوربین براش بستیم. هر دور از این مسابقات که برگزار میشه باعث پیشرفت همه تیم‌ها میشه. تمام تیم‌ها سعی میکنن خودشونو آپدیت کنن. جوانان با استعداد ایرانی با رونمایی از طرح‌های بکر خود عزم خیش را برای تسخیر ثریا جزم کردند. اولین پرنده عمود پرواز عملیاتی کشوره. یعنی هر چی که شما تو نمایشگاه‌های دیگه تا الان دیدید و ما تحقیق کردیم و پرسوجو کردیم، تا حالا ماکتی بیش نبوده، ولی این پرنده پرواز خودش رو انجام داده، تونسته ماموریت خودش رو با موفقیت به پایان برسونه. البته آزمون و خطا لازمه کسب اندوخته برای بالندگی در آینده است. چقدر الان پرندتون آماده؟ تقریبا 100% دیگه. چی شد که اینطوری شد؟ حالا یه تجربه شد، الان خدا رو شکر همه چیز سالم مونده. با توجه به ظرفیت هایی که در شهرستان کلاله هم از لحاظ اقلیم و هم از لحاظ طبیعت و توپوگرافی خاصی که در منطقه حاکم هست، آمادگی لازم برای برگزاری مسابقات هواپیمایی بدون سرنشین هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی در این شهرستان وجود دارد. نتایج مسابقات پس از محاسبه ارتفاع پرنده‌ها و زمان دقیق شناسایی اهداف در هفته آینده مشخص میشه. تیم‌های برتر این دوره از مسابقات به مرحله پنجم مسابقات طراحی و ساخت هواپیمایی بدون سرنشین که شناسایی اجسام متحرک بر فراز دریا هست راه پیدا می‌کنند. علی زاکری، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه کلاله.